درود و وقتتون بخیر. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید تا یک وبینار دیگر رو همراه هم شروع کنیم. امروز 15 نوامبر هست، برابر با روز جمعه، در خدمتتون هستیم با بررسی یک وبینار آموزشی در رابطه با تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی بر بازارهای مالی. بررسی خواهیم کرد که رویدادهای ژئوپلیتیکی رو که چطور میتونن بر بازارهای مالی تاثیر بذارن و ما چطور میتونیم از اونها در معاملات خودمون یا در سرمایه گذاری خودمون از شرایط استفاده کنیم. برای دوستانی که اولین بار هست در خدمتشون هستیم، برای دوستانی که اینجا مثل همیشه اعلام کنیم که این مطالبی که اینجا اعلام میشه به عنوان مطالب آموزشی با اطلاعات کلی فراهم شده و شامل تحقیق مستقل سرمایه گذاری نیست، به عنوان پیشنهاد سرمایه گذاری هم نیست و نباید چنین پیش فرضی هم وجود داشته باشه. و تمام دوستانی که در بازارهای مالی فعالیت دارن باید در جریان باشن که فعالیت در بازارهای مالی همراه با ریسکه و با دانش و آگاهی نسبت به این ریسک وارد بازارهای مالی میشن، به خصوص بازارهایی که همراه با اهرم هستن. اما دوستانی که اولین بار در خدمتشون هستیم و بنده نشستم، بنده امرو چارکی هستم، از سال 2006 تا کنون در بازار مالی فعال هستیم به عنوان تحلیلگر و مشاور و همینطور بنیانگذار و مدیر عامل وبسایت خبری و تحلیلی اکونومی شد. خب ببینیم در رابطه با چه چیزی امروز بخوایم صحبت کنیم. موضوع هایی که امروز بررسی خواهیم کرد اینها هستن: بررسی ماهیت و اهمیت تنش های ژئوپلیتیک، تأثیر تنش های ژئوپلیتیک بر ثبات اقتصادی و پویایی بازار، یه سری مثال های تاریخی میزنیم و تأثیراتش رو بررسی میکنیم، بررسی مکانیسم تاثیر تنش های ژئوپلیتیک بر بازارهای مالی. ببینید یه سری تاثیر تنش هاست، یه سری بررسی مکانیسم تاثیر تنش هاست، یعنی خود تاثیر تنش ها میتونه متفاوت باشه و مکانیسمی که اینو میتونه تاثیر بذاره، اینا چه دو تا چیز متفاوت هستند. و بررسی راهکارهای مهار ریسک ها. امروز در مورد بحث اهمیت تاثیرات ژئوپلیتیک در بازار مالی، شاید هیچ موقع مناسبتر از این دوره‌ای که الان توش هستیم نباشه که در موردش صحبت کنیم. میبینیم که تاثیرات در واقع تنش‌های ژئوپلیتیک در نقاط مختلف دنیا به اوج خودش رسیده. همزمان ما کمتر برهه تاریخی داشتیم در دنیا، در تاریخمون، در کل تاریخ ایران، منظور در تاریخ جهانی، که این همه تنش به صورت همزمان در نقاط مختلف دنیا داشته باشیم. ببینید الان ما درگیری تنش روسیه و اوکراین الان بیشتر از 2 ساله که ادامه داره، درگیری که شاید فکر میکردیم چند ماه میتونه تموم بشه. از این طرف درگیری در خاورمیانه 7 اکتبر 2023 شروع شد، امروز 14 نوامبر 2024، یعنی 1 سال و بیشتر از 1 ماهی که داره ادامه پیدا میکنه، 1 سال و 1 ماه و 1 هفته دقیقا. از اون طرف تنش بین چین و تایوان سالهاست ادامه داره، هنوز راهکاری براش پیدا نشده و هر روز بدتر هم داره میشه. ما در به اینها تنش های موجود در اروپا رو اضافه کنیم که درگیری هایی که در اروپا داره ایجاد میشه، بین درگیری ها بیشتر در واقع داخلی، درگیری های فرهنگی داخلی که خود اینها میتونه منجر بشه به جنگ های داخلی، چیزی که خیلی از سیاست مدار خود اروپا دارن هشدار میدن که اروپا در واقع میتونیم بگیم در شروع یک دوران جنگ های داخلی داره به سر میبره. تنش بین دیدگاه های راست و چپ، تنش های مختلفی که ما الان داریم، تنش بین اون کره شمالی و کره جنوبی که سالها ادامه داره و هیچ موقع فعلا تمام نشده، همه اینها رو اگر ما بذاریم کنار هم دیگه، تنش خاورمیانه حالا جدا از تنش اسرائیل و حالا با کشور اطراف، تنش هایی که جمهوری اسلامی سالهاست ایجاد کرده در خاورمیانه با شعار صدور انقلاب جمهوری اسلامی، اینها همه باعث میشن که کلا دنیا توی یک شرایطی قرار گرفته که به قول مسئولین که حالا توی جمهوری اسلامی هستن، میگن که در این برهه خاص واقعا شرایط جهانی الان توی یک شرایط خیلی خاصی قرار گرفته و شاید این اهمیت تنش‌های ژئوپلیتیک برای بازارهای مالی، بررسی اهمیت تنش‌های ژئوپلیتیک بر بازارهای مالی هیچ زمان مناسبتر از الان نداشته باشه. خیلی از تحلیلگران اعتقاد دارن که ما در حال حاضر درگیر یک جنگ سرد هستیم،
جنگ سرد دوم و ایالات متحده، جنگ سردی که حالا داره تبدیل میشه به خیلی بزرگتر، ایالات متحده و متحدان غربی اون در برابر چین، روسیه و متحدان اونها قرار گرفتن. نشست بریکس که تا همین 2 هفته قبل بود و به خاطر بیاری چه اتفاقی افتاد، صحبت هایی که شد، سخنرانی هایی که شد، برنامه هایی که شد، چه میدونم ارز بریکس، بانک مشترک بریکس، انتقال سیستم انتقال پولی مخصوص بریکس که الان مثلا با سیستم انتقال پولی میر داره کم کم تست میشه، حتی میدونیم که هفته قبلا بالاخره سیستم انتقال پولی میر روسیه به ایران وضع شد. اینها همه نشون دهنده نگرانی های بین المللی هستند که میتونه روز به روز این تنش ها رو بیشتر کنه. حالا یه چند وقت قبل یکی از مقامات ارشد بریتانیا، الان اسمش رو چون به خاطر نمیارم اینجا هم ننوشتم، یادم نیستش، داشتم این مقاله رو میخوندم، نوشت که ما در دنیای پس از جنگ قرار داریم که داریم وارد دنیای در واقع، و حالا مفهوم صحبتش این بود که دنیای پس از جنگ ما داره تموم میشه و ما داریم وارد یک دنیای پیش از جنگ میشیم و ما دیگه نمیتونیم بگیم ما در دوران بعد از جنگ جهانی دوم هستیم، ما باید بگیم که ما در حال ورود یا در پیش از جنگ جهانی سوم هستیم، یعنی اون دوران گذره تموم شده. چند وقت قبل نخست وزیر لهستان که تازگی هم انتخاب شده با تایید با تکرار این حرف فرد انگلیسی گفتش که اروپا وارد دوران پیش از جنگ شده. ببینید اینها همه میتونن که نگرانی های ایجاد کنن و خیلی میگن که این جنگ جهانی سوم میتونه با جنگ های در اروپا که سری میگن در خاورمیانه و حتی در شرق آسیا میتونه شروع بشه. وقتی میگیم همه اینها در واقع کاملا مستعد شروع یک جنگ جهانی هستن، شما در وضعیت اروپا رو نگاه کنید، چه وضعیت داخلی بین کشورها، چه وضعیت بین کشورهای اروپا دیگر کشور اروپایی با اروپا، روسیه و چه وضعیت خاورمیانه، چیزی که الان هستیم فقط کافی درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید بشه و ما وارد جنگ جهانی سوم بشیم با حمایت که از دو طرف قرار انجام بشه، یا در شرق آسیا، شرق آسیا مستعد کامل یک درگیریه، شما از اون ور درگیری چین رو نباید دست کم بگیرید، حتی با فیلیپین، ما یه جزایری داریم بین فیلیپین و چین، یه در تو جزایری است بین فیلیپین و چین، فیلیپین ادعا داره مال فیلیپین، چین ادعا داره که اینها عضو بخشی از خاک چین هستند، همین شرایط ما در اطراف تایوان داریم. یعنی وقتی به تنش‌های ژئوپلیتیکی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که کاملاً این ترس از روبروی هستی کاملاً حتی جلوی چشممونه و میگه یک درگیری نام در واقع کنترل نشده کوچیک میتونه منجر به شرایط بسیار بزرگتری بشه. اما تاثیر تاثیرات ژئوپلیتیک بر ثبات اقتصادی و پویای بازارهای مالی چیزیه که من مورد نظر ماست و اون چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و حالا میگیم که خب حالا در واقع اونجا بحثمون سیاسی نیستش، اینها رو اشاره کردم صرفا برای اینکه بدونیم که خب حالا تاثیر چیزایی که داریم، شرایطی که داریم چیه و چرا ما نیاز داریم در شرایط کنونی اطلاعات بیشتری داشته باشیم نسبت به تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر ثبات اقتصادی، بر پویایی بازار، تغییر و تحولات قیمت ها، چرا نیاز داریم که اینها رو داشته باشیم، به خاطر اینکه در شرایطی که هستیم واقعا شرایطی هستش که بدون داشتن این اطلاعات قطعا نمیتونیم تصمیمات درست اقتصادی بگیریم. یه حالا اگه بخوام در اینا رو به صورت کلی بیان کنیم و درک اهمیت اونها رو بیاریم، به این استراتژی میتونیم بگیم که اول از همه ما نباید فراموش کنیم که ما توی یک شرایطی هستیم که یک پیوستگی جهانی داریم. این چی؟ یعنی که اقتصادها به صورت متقابل به همدیگه وابسته هستن. حالا اقتصادهای مدرن چه اقتصادهای مدرن به مدرن یا در واقع اقتصادهای پیشرفته به پیشرفته، چه اقتصادهای پیشرفته به در توسعه یافته به اقتصادهای در حال توسعه فرقی نمیکنه، یعنی تمام در واقع شرایط اقتصادی که داریم، همه اینها مسائل اقتصادی که داریم، همه اینها حالا اقتصادهای مختلفی که داریم به صورتهای مختلف به همدیگه وابستن، یعنی به روشهای مختلف اینا به همدیگه وابستن و این وابستگی اقتصادی میتونه در واقع مسئله اول اصلا در واقع تاثیر گذارترین مورد باشه، چون ببینید زنجیره تامین، بالا زنجیره تامین اینا با هم مرتبطن، شما این جنگ الان اگه در شرق آسیا صورت بگیره شرکت انویدا میتونه
به تنهایی شرکت های تکنیک، تأثیری که حالا شرکت های میگم شرکت های میدا تأثیری که به تنهایی حالا کارخونه های تولید چیز کارخونه های تولید قطعات نیمه هادی میتونه در تایوان و کشورهای کوچیک اطراف میتونه رو اقتصاد دنیا بذاره و رو صنعت تکنولوژی دنیا بذاره، اصلا تأثیر غیر قابل انکاری. یا اصلا از نظر فناوری و ارتباطات ببینید واکنش وقتی که ما این فناوری اطلاعات رو داریم و اطلاعات در لحظه میتونه افزایش بده بکنه، شبکه‌های اجتماعی رو قرار داریم، شما یه درگیری یه جای بیفته یه جای اتفاق بیفته کاملا در لحظه میتونید در همه جای دنیا ببینید و واکنش بازارها رو میتونید ببینید و وقتی یک بازار واکنش نشون میده بلافاصله بازار بعدی واکنش به واکنش اولی بازار اولی نشون میده. یعنی این فناوری ارتباطات میتونه تا این واکنش ها رو پیوستگی واکنش ها رو خیلی بیشتر هم بکنه، یعنی واکنش ها پشت سر هم یه پیوستگی داشته باشه. بحث نوسانات و عدم اطمینان ایجاد میشه، یعنی که وقتی که منجر به افزایش نوسانات تو بازارهای مالی میشه، سرمایه گذارا میرن به سمت دارایی امتر، میرن به سمت طلا، اوراق قرضه خزانه داری، فرانک سوئیس، و این احساس ریسکی که اینجا ایجاد میشه میتونه رفتار ریسک گریزانه رو رفتار ریسک گریزانه سرمایه گذارها رو منجر بکنه به اینکه اونها برن به سمت فروش سهام خودشون و یا دارایی هایی که حالا ریسک بیشتری دارن برن به سمت فروش این دارایی ها. این در واقع اینها میتونه سرمایه گذاری های در واقع امن رو البته تقویت هم بکنه، یعنی میتونه به این معنی باشه که درسته که حالا برای یک سری بازارها منفی، از اون طرف میتونیم بگیم که خب برای یک سری بازارها مثبته. اما در مورد بحث پیامدهای اقتصادیش وقتی بخوایم صحبت کنیم، بحث تورم و زنجیرهای تامین خیلی میتونه شاید اون مانع مسئله اولی باشه که بهش توجه بکنیم، یعنی درگیری ها و بنبست های سیاسی میتونه زنجیرهای تامین جهانی رو بیاد مختل بکنه و منجر بشه به کمبود، منجر بشه به افزایش قیمت ها، مثلا تاثیرات ژئوپلیتیکی که توی خاورمیانه مثلا ایجاد بشه یه دفعه میتونه تاثیر بذاره رو بحث نفت، حتی مثلا بحث مثلا روسیه و اوکراین، نه لزوما خاورمیانه، وقتی جنگ روسیه و اوکراین شروع شد بازار نفت، خب ببینید مثلا یه مثال خیلی سادهش، جنگ روسیه و اوکراین شروع شد بازار نفت پرتنه شد، اومدن یه سری تحریم علیه نفت روسیه اعمال کردن، وقتی علیه نفت روسیه تحریم اعلام شد باعث شد که میزان نفت در دنیا کاهش پیدا بکنه، خب کاهش نفت در دنیا باعث شد که اون موقع تحریم هایی که ایالات متحده آورده بود روی تحریم نفتی روی در واقع تحریم های ایالات متحده روی برای جمهوری اسلامی اعلام شد که باعث شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی حتی با هم به حدود 300,000 400,000 بشکه در روز برسه، این برگشت به 1,800,000 1,900,000 فروش، یعنی تاثیرش بنظر میاد که ببینید این زنجیرهای تامین چقدر به همدیگه وابستن، وقتی ما از یه طرف کم میکنیم باعث شده که یه دیگه افزایش پیدا کنه، خب این وقتی که ایالات متحده میاد اجازه میده جمهوری اسلامی که علیهش تحریم رفع گذاشته بود دوباره نفت صادر بکنه، این میشه پیامدهای تاثیرات ژئوپلیتیکی که حالا میاد میذاره پیامد سیاسی هم ایجاد میکنه، یعنی علاوه بر پیامد اقتصادی میاد حالا پیامد سیاسی هم ایجاد میکنه و باعث میشه رابطه‌ای که خراب شده بود دوباره بره وارد یه سری روابط مستعدتر همکاری بشه. اینها باعث میشن که اصلا هم بحث تحریم ها و موانع تجاری که ایجاد میشه، حالا مثلا محدودیت های تجاری میان اعمال میکنن کشور علیه هم دیگه، محدودیت های که علیه روسیه اعمال شد، وقتی که شما نمیتونی مثلا نفت رو مستقیم بفروشی یا نفت رو میفروشی پولتو نمیتونی برداری، اینها یا مثلا بحث حالا الان میریم رو تعرفه ها میتونیم صحبت کنیم، یا اصلا چرا راه دور بریم در مورد همین بحث دو هفته پیش که صحبت میکردیم، تاثیرات سیاسی اجتماعی که بخوام در نظر بگیریم، تنش ها میتونن اتحادهای بین المللی رو تغییر بدن. الان شما بحث اتحاد بریکس مثلا بحث بریکس رو درسته که هنوز اونقدر جدی نشده و هنوز به مراحل خیلی جدی نرسیده ولی نباید دست کم هم گرفته بشه، شما الان ببینید بریکس اگه بره به مراحل جلوتر و واقعا بتونه بانک خودش رو تاسیس کنه، بتونه سیستم انتقال پول خودش رو تاسیس کنه، بریکس الان از نظر قدرت اقتصادی قدرت اقتصادی خیلی بالایی داره، از گروه هفته قبلا گروه هفته که ما داشتیم که شاید قوی ترین قدرت اقتصادی دنیا با هم دیگه بود، الان بریکس داره از گروه هفت قوی تر میشه، هم از نظر جی دی پی هم از نظر جمعیتی داره از اونجا بیشتر میشه، بزرگتر میشه، بیشتر میشه که بزرگتر و بیشتر هم شده، این ها نشون میده که این تاثیرش چقدر میتونه تو اتحادیه ها ایجاد بزرگ بشه، یا حتی مثلا شما الان ببینید یه سری کشورها این میتونه تاثیرش به چه صورت حتی باشه، مثلا یه سری کشورها مثلا ترکیه دارن درخواست میدن که صحبت هایی هستش که ترکیه درخواست بده که بره وارد بریکس بشه، خب ترکیه یک عضو ناتوه،
یک کشوری که عضو ناتو و هم شرکای غربی داره میتونه بره وارد یک مجموعه بشه که بهش میگن جنوب جهانی. جنوب جهانی البته جنوب جهانی ترجمهش به فارسی ترجمه کلمه ای نمیشه. جنوب جهانی به اقتصادهایی گفته میشه که حالا در حال توسعه هستن یه جورایی، و مثلا وقتی میگیم جنوب جهانی و بیشتر تو نیم کره جنوبی هستن، چون بیشتر این کشورها تو نیم کره جنوبی هستن بهش میگن جنوب جهانی، وگرنه در واقع نیم کره جنوبی مثلا الان شما ببینید مثلا چون در کشور پایین آمریکای جنوبی، برزیل، آرژانتین، مثلا این جنوب جهانی حساب میشه، چین، ولی از اون طرف روسیه هم جزء جنوب جهانی حساب میشه، در صورتی که در نیمکره شمالی، یا مثلا کشوری مثل استرالیا و نیوزلند که در نیمکره جنوبی هست، مثلا جنوب جهانی حساب نمیشه، شمالی. این یعنی در واقع ما بحث این وجودشون حالا در نیمکره بالا نیمکره پایین نیستش، مسئله جنوب جهانی به کشورهای در حال توسعه گفته میشه که از نظر اقتصادی ضعیفتر هستن و شاید هر مثلا رده دوم هستن. حالا این اتحادیه‌ای که در ایجاد میشه، رو فکر کنید شما مثلا ترکیه که خودش در جنوب جهانی قرار داره، با عضو در حال حاضر عضو اتحادیه هستش که عضو ناتو هستش، و احتمالا داره که این به خاطر همین بس همکاریش و تعلق اقتصاد بیشتری که داره نسبت به جنوب جهانی، حتی امکان داره که مثلا وارد حوزه بریکس بشه. این مسائل میتونه تاثیرات سیاسی و اجتماعی خیلی بزرگی بذاره، و از نظر اعتماد عمومی هم میتونه مثلا وقتی تنش ایجاد میشه، تنش های ژئوپلیتیکی ایجاد میشه، میتونه کسب و کارها رو ضعیف کنه، در نتیجه میشه کاهش میزان خرج کردن و رو ایجاد بشه و باعث کاهش رشد اقتصادی بشه. مثال واضحش چین. چین الان ما تقریبا 8 ماه 7 یا 8 ماهه که در چین اقتصاد چین درگیر یک مشکلی هست به نام تورم پایین. دلیل اصلی تورم پایین چیه؟ مردم خود چین نمیتونن یا نمیخوان به هر دلیلی پول خرج کنن، یعنی در واقع ترغیب به استفاده از دارایی هایی که دارن ترغیب نیستن. این یکی از دلایلش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی که ایجاد شده، یعنی یکی از دلایل تاثیرات ژئوپلیتیکی، تاثیرات منفی تنش‌های ژئوپلیتیکی در آسیا جنوب شرقی این هستش که خیلی از شهروندان کشورهای آسیا جنوب شرقی، نه فقط در چین، در اکثر کشورهای آسیا جنوب شرقی نسبت به خرج کردن پولشون یه مقدار ناامید شدن، و حتی پولی هم اگه داشته باشن سعی می‌کنن خرج نکنن. باعث شد که تورم در اکثر ماها در کشورهای اطراف وجود داشته، در چین تورم منفی باشه. این میشه تاثیر، یکی از تاثیرات در واقع تاثیرات ژئوپلیتیکی وجود داره. البته همه تمام دلیلش این نیستش، ولی این یکی از دلایل اصلیشه. وقتی که این اتفاقا میشه، خب البته در کنار این تهدیدها روندهای جدید هم ایجاد میشه دیگه. حالا مثلا شرایط جدید هم ایجاد میشه. حالا وقتی در مورد شرایط جدید صحبت میکنیم، میتونه رقابت های سیاسی باشه، میتونه رقابت های اقتصادی باشه، میتونه رقابت های نظامی باشه. مثلا وقتی که ایجاد شده، امنیت سایبری و فناوری اومدن یه سری، یعنی مثلا اومدن در کنار نیروهای هوایی و دریایی و زمینی، الان نیروی هوایی داریم، نیروی زمینی داریم، نیروی دریایی داریم و نیروی فضایی داریم، در واقع هوا فضایی جور فضا. حالا توی کشورها هوا فضا با هم دیگه، توی کشورها هوایی جداست، نیروی در واقع نیروی نظامی که مربوط به بخش فضایی جداست. حالا الان نیروی جدید ایجاد شده به نام نیروی سایبری، یا که این نیروی سایبری که در با زیر ساختهای سایبری و هدفهای مالی رو میدن روش کار میکنن، یعنی ایجاد این تنشهای ژئوپلیتیکی خودش باعث میشه که بیاد یه سری حوزههای جدید ایجاد بشه، یا مثلا رقابت ایجاد بشه در منابع، تعارض منابع میاد ایجاد بشه، مثلا منابع آبی، منابع خاکی، منابع انرژی. الان خیلی میگن که خب جنگ جهانی بعدی حتی اگر به خاطر تنشهای ژئوپلیتیکی نباشه، به خاطر تنشهای ژئوپلیتیکی الان داریم نباشه، قطعا به خاطر آب خواهد. یعنی این تعارض منابع میاد چیکار میکنه؟ تعارض منابع میاد به طور فزاینده رایج میشه، و اینا میتونه با تاثیرات اقتصادی بسیار بلند مدتی هم ایجاد بکنه. اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که ما به عنوان یک فعال در بازار مالی، حالا چه فعال خرد، چه فعال متوسط، چه فعال بزرگ، چه به عنوان یک تریدر اگه در نظر بگیریم، یا چه به عنوان یک سرمایه گذار، فرق نمی کنه. به عنوان یک فعال در بازارهای مالی، ما قطعا نیاز داریم که این رویدادها رو بریم بشناسیم،
تأثیرش رو بریم بشناسیم، تحرکات کوتاه مدت و بلند مدت اونها رو بیایم ببینیم که اونها چه تحرکاتی میتونن رو بازارهای مالی بذارن، مسیر اقتصاد رو چطوری میتونن این شاید تاثیر در تغییر بدن. میگم بازم میگم نه وابسته از اینکه شما یک تریدر هستید یا سرمایه گذار، دونستن در واقع یه جوری بگیم بررسی این رویدادها برای اینکه نشون بده که شما چطوری میتونید تنش‌های ژئوپلیتیک، یعنی مثلا چه واکنش فوری میتونه نشون بده، چه واکنش دراز مدتی میتونه نشون بده، دونستن این تاثیرات، دونستن این تنش‌های ژئوپلیتیک و نوع تأثیری که اونا میتونه رو بازارها بذارن، از قیمت‌ها گرفته تا ارزش گذاری ارز و ثبات اقتصادی و سهام و غیره، اینها ضروری هست. یعنی ما به عنوان یک تریدر یا به عنوان یک سرمایه گذار، چه تریدر کوتاه مدت چه تریدر بلند مدت، نیاز داریم که اینها رو چک کنیم، بدونیم و تأثیرش رو بتونیم بررسی کنیم. اجازه بدید چند تا از این تنش‌های ژئوپلیتیکی رو بررسی کنیم یکی یکی که بدونیم وقتی داریم در با تنش‌های ژئوپلیتیکی صحبت می‌کنیم منظورمون چیا هستن و تأثیرات عمومی هر کدوم از اینها رو بیم بررسی کنیم. از آخر شروع می‌کنیم، می‌ریم در واقع از نزدیک‌ترین‌ها شروع می‌کنیم، می‌ریم به دورترین‌ها. تأثیری که از فوریه 2020 تنشی که از فوریه 2022 شروع شده و همچنان ادامه داره، جنگ روسیه و اوکراین، درگیری که اختلالات قابل توجهی تو بازارهای انرژی به ویژه در مورد نفت و گاز طبیعی ایجاد کرد. هرچند ما نباید در مورد بحث بازار گندم، آرد و دیگر محصولات کشاورزی غلات رو هم نباید فراموش کنیم. تأثیری که روی اینا گذاشت، خب می‌دونیم که روسیه بزرگترین صادرکننده در واقع نفت و کل مجموعه نفت و گاز، اگه با هم در نظر بگیریم روسیه بزرگترین صادرکننده است در دنیا. و از اون طرف هم اوکراین بزرگترین صادر، اگه بزرگش بنکنم قبل از جنگ بزرگترین صادر کننده غلات دنیا بود. خب بزرگترین صادر کننده های کالاها در دنیا، چون همشون مجموع کالا میشن دیگه، بزرگترین صادر کننده کالاها در دنیا با همدیگه وارد جنگ شدن، یکی به خاطر جنگ نمیتونست کالاهاشو بفروشه، دیگری به خاطر جنگ کسی کالاهاشو نمیخرید یا همچنان ادامه داره. خب اینها باعث میشه که قطعا تاثیر رو به واکنشی که نشون میده، قطعا باعث میشه که افزایش، یعنی اولیش افزایش قیمت این کالاها خواهد بود. یک ضمن اینکه وقت همراه با افزایش قیمت کالاها، چون قیمت کالا افزایش پیدا میکنه میشه تورم تولید کننده، هزینه افزایش پیدا میکنه، هزینه افزایش پیدا میکنه باعث میشه که سود شرکت ها کم بشه، سود شرکت ها کم میشه باعث میشه بازار سهام کاهش پیدا میکنه، چون نزدیکترین بازار به این درگیری بازار سهام اروپا بود، باعث شد تاثیر منفی بسیار زیادی رو بازار سهام اروپا بذاره. حالا از اون طرف همزمان که رو بازار سهام اروپا تاثیر منفی گذاشت، باعث شد که چیکار بشه، قیمت کالاهای مثل نفت و گندم بیاد به شدت افزایش پیدا بکنه. این شد واکنش اولیه بود. از اون بعد بیایم بگیم جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین که از 2018 شروع شد تا 2020 اوج تنش‌ها بود، با کنار رفتن آقای ترامپ این مقدار این تنش‌ها کمتر شد، ولی در ظاهر کمتر شد، ولی عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد، چون دولت دموکرات هم دست کم از دولت جمهوری خواه در اعمال تحریم‌ها در ایالات متحده نداشت و تحریم‌ها علیه چین، در واقع تعرفه‌ها علیه چین بسیار بسیار به شدت خیلی حتی شاید بیشتری هم ادامه پیدا کرد. اینها شد باعث شد که در واقع چی بشه، اینها باعث شد که حالا تاثیرش میتونه چی باشه، اعمال تعرفه ها میتونه تاثیرات تجاری منجر به باعث بشه نوسانات تو جریان های تجاری اتفاق بیفته دیگه، افزایش عدم اطمینان ایجاد بشه از یک طرف، یعنی افزایش عدم اطمینان تو وضعیت عمومی ایجاد بشه، از یک طرف هم باعث میشه قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا بکنه. شما وقتی تعرفه میذارید به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. حالا مثلا اگه بخوام برای امریکا در نظر بگیرید، افزایش کالاهای وارداتی میتونه باعث بشه که قیمت افزایش پیدا بکنه و باعث افزایش تورم بشه. از طرف دیگه همزمان به معنای حمایت از صنایع داخلی هم هست دیگه، یعنی شما وقتی قیمت یک کالای وارداتی افزایش پیدا بکنید، در واقع شرایط رقابتی تر داری ایجاد میکنه برای قیمت کالای داخلی، این باعث میشه که رونق تولید ایجاد بشه و تقویت ایجاد بشه در بخش تولید از یک طرف، از طرفی هم میتونه باعث تقویت بازار کار هم بشه. بنابراین البته اینم بگم که ببینید بس بررسی تاثیرات واقعی و تاثیرات دقیقتر این تنش‌های ژئوپلیتیکی به خصوص حالا مثلا در این مورد تنش ایالات در جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین نیازمند بررسی خیلی به موارد جزئی تره، یعنی قطعا اینطوری نیستش که بگیم که خب حالا وقتی تعرفه میذاریم این تعرفه باعث ایجاد تورم میشه، نه لزوما تعرفه باعث ایجاد
تورم نمیشه و تعرفه میتونه باعث ایجاد تورم بشه، میتونه باعث ایجاد تورم نشه. این نوع تعرفه ای که ایجاد میشه برای کالایی که ایجاد میشه و اون کالایی که ایجاد میشه در نهایت در واقع رقبای داخلی اون کالایی که دارن، قطعا سیاستمدارها و سیاستمدارهایی که خودشون تاجر هستن مثل آقای ترامپ قطعا اونقدی احمق نیستن که بخوان تعرفه‌ای اعمال کنن که تاثیرات بسیار شدیدی به خود هست، شدید منفی به خود رو اقتصاد داخلی بزنه. چرا؟ چون هدف از این تعرفه ها این هستش که اقتصاد داخلی تغییر شه و هدف به صورت کلی این هستش که مردم قدرت خرید بیشتر پیدا بکنن. ببینید بس لزوما ما وقتی داریم در تو وضعیت اقتصادی صحبت میکنیم بحث چیزی بحث تورم یه بحث جدا بحث تورم و قدرت خرید بحث دیگه است. یه وقتی هستش که تورم بالاست ولی همزمان قدرت خرید مردم هم بالاست. این قدرت خرید بالا بودن مهمه چون باعث میشه که خب تورم بالاست ولی قیمت مثلا میگه قیمت یک کالا امروز 100 دلار فردا میشه 110 دلار ولی من همچنان میتونم بخرم، بعد برام مهم هم نیست. پس این زیاد مهم نیست، نه اینکه مهم نیست، زیاد مهم نیست. از یه طرفی شما میبینید که امروز قیمت 100 دلاره، فردا هم چنده؟ فردا هم 100 دلاره. یک سال بعد هم چقدر؟ 100 دلار. سال بعد چقدر؟ بازم 100 دلار. اصلا تورم صفر یا تورم 1%، 101 دلار شده، 102 دلار. آیا من میتونم بخرم؟ نه، 100 دلار وقتی 100 دلار رو میتونستم بخرم، نه وقتی 101 دلار رو میتونستم بخرم، نه وقتی الان شده 110 دلار. پس بحث خب حالا تورم پایینه ولی قدرت خرید وجود نداره، از اون طرف تورم بالاست ولی قدرت خرید هم بالاست، کدوم بهتره؟ قطعا زمانی بهتره که قدرت خرید بالا باشه. پس بس تورم وقتی ما داریم مثلا در مورد تاثیر تعرفه ها صحبت میکنیم یا تاثیرهای مختلف در مورد داریم در مورد تورم صحبت میکنیم، ما اینو باید در نظر بگیریم که تورم و قدرت خرید یه دو تا نکته دو تا نکته جدا از همه. الان مثلا در نظر بگیرید مثلا در همین ترکیه که الان بند زندگی میکنم، در این در اینجا تورم یه چیزی هلوش الان شده پایین اومده شده 48 تا 50%. تورم 2 سال قبل اینجا تا 85% هم رسید. خب 85% تورم در صورتی که موقع تورم در ایران چقدر بود؟ شاید فکر کنم شد 27-28% بود. یعنی تورم در زمانی که در ترکیه 80% بود در ایران 27-28% بود، اما قدرت خرید در ترکیه بیشتر بود در ایران؟ قطعا قدرت خرید در ترکیه بیشتر بود. چرا؟ چون همزمان با افزایش تورم یعنی وقتی که تورم اومد شد 85%، حقوق ها هم از 5000 به پول ترکیه لیری افزایش پیدا کرد به اون موقع به 12,000 و بعدا هم افزایش پیدا کرد به 17,000. یعنی این رشد الان تورم 48%، ولی حقوق ها نسبت به 2 سال قبل چند درصد افزایش پیدا میکنه؟ از 5,000 تا از 4,800 پای حقوق شده 17,000. خب اینها باعث میشن که در واقع بحث قدرت خرید حفظ بشه. پس بنابراین تورم مهمه. ما بررسی تاثیرات تورم رو وقتی میخوایم باید بگیم باید اون قدرت خرید چقدره. داریم در مورد بحث تعرفه صحبت کنیم. چرا مثال زدم؟ چون گفتم چون میخوام بگم که بحث وقتی داریم در مورد با بحث تعرفه صحبت میکنیم، تعرفه ها چیزی که وجود داره، تعرفه هایی که در واقع هستن، این تعرفه ها تاثیرش رو اقتصاد قطعا تاثیر بالاییه و تاثیر مهمی هم هستش. اما این تاثیر مهم و تاثیر بالا آیا به معنی این هستش که ما قدرت خریدمون بالا پایین میشه یا نه؟ این برای همین وقتی ما داریم در تو اگر قرار تاثیر تعرفه ها رو بیایم رو اقتصاد صحبت کنیم و بگیم که این تعرفه هایی که اعمال شده خوب بودن یا بد بودن، نیازمند یک سری محاسبات بسیار بسیار دقیقه. این در مورد بحث خیلی خود طولانی شد، اما نیاز بود که چون خیلی در با تعرفه ها صحبت میشه و اینکه تعرفه هایی که کشورها اعلام میکنن یا خوبه یا بده، حالا این در حالا بریم خود عقبتر تنش های خاورمیانه رو بگیم که خب تنش هایی که خاورمیانه وجود داره، حالا جنگی که بین اسرائیل و غزه که شروع شد الان به لبنان و بعد هم بعد به جمهوری اسلامی کشیده شد و منجر به موشک پراکنی دو طرف به هم دیگه شد، اینها خب قطعا باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه دیگه. الان ما مدت خاص قیمت نفتمون رو شاید جزو طولانی ترین دورهای زمانیه که قیمت نفت تونست تو محدود 70 دلار بمونه. خب این بالا بودن قیمت نفت، حالا اونم وقتی میگیم قیمت بالا بمونه اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که ما هر دفعه که گزارش اوپک کار در ماهای گذشته میخونیم، اوپک گزارش ماهانه اوپک نمیدونم میخونید یا نه، بچه تو وبسایت اکونومیشن هم همیشه براتون ترجمه فارسی شو میذارم. گزارش ماهانه اوپک الان چندین و چند ماهه که داره هر دفعه چیز میشه، یعنی هر دفعه داره این گزارشه میگه که چیزه، هر دفعه که گزارش منتشر میشه داره
چشمانداز چیز رو، چشمانداز هر دفعه که گزارش اوپک داره منتشر میشه، چشماندازش رو برای مصرف انرژی و درخواست یا دمند قیمت نفت برای هم سال 2024 داره میاره پایین، یعنی بازبینی میکنه میزان مصرف 2024 رو هم داره کم مثلا پایین تر بازبینی میکنه، و هم اینکه برای سال 2025 چشمانداز مصرف 2025 رو داره میاره پایین تر، یعنی با اینکه اوپک هر دفعه داره این کارو میکنه. خب ولی باز هم قیمت نفت تونسته به اون 68 دلار 70 دلار تا 74 دلار حتی بالا پایین بشه. چرا؟ به خاطر تاثیراتیه که این تنش خاورمیانه ایجاد کرده. در با بحث قبل از اون ما یه تاثیر در اروپا داشتیم به نام بحث برگزیت رو داشتیم. برگزیت چی بود؟ تصمیم بریتانیا بود برای خروج از اتحادیه اروپا، باعث شد که عدم اطمینان تو بازار ایجاد بشه، تو روابط تجاری ایجاد بشه، مقررات بیاد به هم بریزه، دوباره قرار شد مقررات جدید ایجاد ده، در مقررات جدید ایجاد شد. اقتصادی که تو اتحادیه اروپا بود وارد شد به یک برهه، یک اقتصاد مستقل شد و خارج از تصمیم گیری اتحادیه اروپا. اینا باعث شد که در ابتدا بازار سهام هم در اروپا هم در انگلیس بریزه، پوند به شدت کاهش پیدا کرد، به پایین ترین سطح 15 سال گذشته خودش رسید و بعدش حالا دوباره کم کم شروع کرد به رشد کردن، ولی خب به شدت یک نوسان خیلی بالایی رو داشت. یا مثلا وقتی تاثیراتی که ما وقتی بهار عربی رو داشتیم که در سال 2010 تا 2012 داشت رقم می‌خورد، اینا باعث شد که در شمال افریقا خاورمیانه یه سری اختلال های اقتصادی ایجاد بشه، تغییر رژیم هایی ایجاد شد که این تغییر رژیم ها مثلا معمر قذافی، تغییر رژیم هایی ایجاد شد که باعث شد که اینا تو بازارهای انرژی به خصوص بازار نفت بیان در واقع تاثیرات خیلی شدیدی بذارن و باعث بشن که قیمت ها بالا پایین بشه. اینها یا مثلا بریم قبل از اون، در سال 2007-2009 ما بحران جهانی رو داشتیم دیگه، اون بحران جهانی اقتصادی رو که داشتیم از 2007-2009 به خصوص سال 2008-2009 دیگه به اوج خودش رسید، باعث شد که خود همون بحران اقتصادی باعث شد که تنش های ژئوپلیتیکی ایجاد بشه، یعنی خود اون بحران عامل ایجاد یه سری تنش ها بود. اومد بعد از اون کشورها برای اینکه بتونن برگردن اومدن یه سری قوانین وضع کردن، یه سری تعرفه ها، یه جوری شاید میتونیم بگیم از اونجا شروع شد بحث داستان تعرفه ها از اونجا شد. یه سری تعرفه ها و یه سری تنش ها از اون موقع شروع شد، باعث شد که بازار سهام تاثیر واکنش منفی نشون بدن، وارد یک رکود بزرگ بشن، مداخلات سیاسی بیاد شکل بگیره و حتی برای رشد بازارها میگم اون تعرفه هایی که ایجاد شد خودش یه جوری مداخله سیاسی بود، مداخله در روابط بین الملل اقتصادی بود. یا قبل از اون تاثیرات حملات تروریستی 11 سپتامبر، شما در سال 2001 وقتی به بورس دوقلوی آمریکا حمله شد می‌دیدید که باعث شد که ریسک بازار به شدت افزایش پیدا بکنه، بازارهای سهام توی ایالات متحده اصلا چند روز تعطیل بودن، یعنی کاهش یا سقوط اولیه اونقدر شدید بود که باعث شد که بازارها چند روز تعطیل بشن. بعد از اینکه باز شدن تازه اون درست اون پنیک اولیه از بین رفته بود، ولی باز هم شاهد فروش قابل توجهی بودیم، یعنی شاهد بودیم که به صورت خیلی گسترده قیمت ها کاهش پیدا کرده. بخش های حمل و نقل هوایی و بیمه به شدت آسیب دیدن، دارایی های امن خیلی میزانشون ارزششون بیشتر شده، در لحظه به لحظه درخواست ها برای پناهگاهی هم بیشتر شد. اینها یا مثلا جنگ خلیج فارس قبل از اون، حالا یه خورده بخوام بریم به عقب تر، سال 1990 تا 91 جنگی که با تهاجم عراق به کویت شروع شد، باعث شد که حالا تا خاورمیانه درگیری مقدار گسترش پیدا بکنه، ارزی نفت مشکل پیدا کرد، مسیرهای صادرات نفت بینا باعث شد که قیمت نفت به صورت گسترده به صورت چشمگیری افزایش پیدا بکنه، چیزی که الان خیلی ترسناک این هستش که اگر درگیری در خاورمیانه ایجاد بشه آیا باز هم این میتونه تکرار بشه یا نه. الان اون چیزی که خیلی داره نگران میکنه در کنار تنش‌های کنونی که وجود داره، یعنی در کنار تنش‌هایی که ما الان در روسیه و اوکراین داریم، تنش‌هایی که در خاورمیانه داریم، شاید مهمترین تنشی که داره خیلی رو اذیت میکنه به احتمال داره تاثیر خیلی بیشتر از بحث خاورمیانه و روسیه و اوکراین بذاره، بحث تنشی که در تنگه هرمز وجود داره. الان اگر ما اون تنشایی که در تنگه هرمز وجود داره رو بازار نتونه کنترل کنه، یعنی تنش‌های سیاسی به صورت سیاسی اگر قابل کنترل نباشه، تأثیری که میتونه رو بخش صنعت تکنولوژی بذاره. وقتی میگیم صنعت تکنولوژی باید یادمون باشه محرک اصلی بازارهای ما در 2 سال گذشته بخش تکنولوژی بود، یعنی این بخش تکنولوژی بوده که باعث شده در واقع اول رشد کرده و باعث شده که بقیه بخش هم در موازات اون رشد کنه، یعنی مبنا و پایه و اصلی اساسی رشد بازار سهام در 2 سال اخیر بخش تکنولوژی بوده و خودش به تنهایی تونسته بار همه رو به دوش بکشه. یه تنش بالقوه توی جنوب شرقی آسیا، تو تنگی تایوان میتونه
به شدت روی همه بازار مالی به خصوص بخش تکنولوژی تاثیر بذاره، امنیت نیمه هادی ها رو تاثیر قرار بذاره، که خود امنیت نیمه هادی میگم یعنی متلاشی شدن صنعت تکنولوژی در حال حاضر. و به همین دلیل هستش که مثلا ما دیروز اون سال گذشته خبر داشتیم که ژاپن داره لایحه‌ای رو ایجاد میکنه، تصویب میکنه که بره به سمت، ببینیم مثلا وقتی میگیم تنش تاثیر تنش ها تو اقتصاد به این صورت میشه، ژاپن داره لایحه‌ای تصویب میکنه که یک سرمایه‌گذاری بسیار شدید بکنه در برای تولید نیمه هادی ها، و که دیگه مستقل بشه از تولیدات تایوان و جنوب شرق آسیا، یا حتی ایالات متحده به شدت داره این کارو میکنه. اینها چیزایی هستن که در واقع تاثیرات ژئوپلیتیکی هستن که روی اقتصاد میذارن. اینها تا اینجا بررسی کردیم این مسائل رو. حالا سوالی اگر دارید بچه ها، من آبم فراموش کردم بردارم، کسی هم مثلش که میگم آب بیارم. سوالی دارید تا اینجا بچه ها؟ علی پرسیده که با تصمیم خارج شدن ترامپ از پیمان پاریس به افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی های فسیلی، باعث کاهش قیمت نقره در آینده خواهد شد. خیر علی، برای اینکه نقره، در مورد نقره ما بارها صحبت کردیم. نقره یک فلزی هستش که هم خاصیت های طلا رو داره و هم خاصیت تجاری رو داره. در صنعت های مختلفی استفاده میشه، هم در صنعت تکنولوژی استفاده میشه، هم در صنعت انرژی استفاده میشه، هم در صنعت در برق، در انرژی در بحث برق استفاده میشه. از اون طرف هم به عنوان یک پناهگاه امن هم سرریز طلا رو جذب میکنه. این هستش که نقره عوامل بسیار بسیار تاثیر عوامل خیلی خیلی زیادیه، و اکثر این عوامل در حال حاضر وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که فعلا به نفع قیمت نقره هستن و فعلا تهدیدی برای قیمت نقره وجود نداره، تهدید جدی. خیلی خوب، بریم مکانیزم ها رو بررسی کنیم. خب حالا ما یه سری بریم ببینیم مکانیزم های این تاثیرهای ژئوپلیتیکی رو بازارها به چه صورته. ببینید وقتی ما داریم در رابطه با ریسک ژئوپلیتیک صحبت میکنیم، به صورت خلاصه اگه تو متن انگلیسی جای خوندید بهش میگن GPR، Geopolitical Risks. به طور قابل توجهی رو قیمت ها و ثبات دارایی و اقتصاد میاد تاثیر میذاره. ریسک ژئوپلیتیک یا GPR میتونه رو جریان ریسک های بین المللی هم بین بازارهای مختلف هم تاثیر بذاره، یعنی فقط بحث یعنی کراس اوور، یعنی وقتی که شما روی یک بازار تاثیر میذاره میتونه اون تاثیرش روی یک بازار منتقل بشه به بازار دیگه. ارتباط خیلی نزدیکی GPR یا ریسک های بین المللی، ریسک ژئوپلیتیک، حالا ما بهش میگیم GPR خلاصه کنیم، GPR ارتباط بسیار نزدیکی با قیمت نفت داره، نفت خام. معمولا تأثیر بیشتر این تنش‌های ژئوپلیتیکی وقتی ما در مورد صحبت می‌کنیم، بیشتر این تأثیر اینها تأثیرات کوتاه مدته، ولی این تأثیرات به اکثر این تأثیرات ژئوپلیتیکی در کوتاه مدت بودن، ولی میتونن پایه‌گذار، بعضی‌هاشون هم میتونن پایه‌گذار یه سری تأثیرات بلند مدت باشن، مثل مثلا تأثیر کووید. حالا ژئوپلیتیکی نبود، ولی خب مثلا تأثیر کووید 19 بازارهای مالی اومدن ریسک های بلند مدت رو تجربه کردن، ریسکی که از سال 2020 شروع شد الان 2024 و همچنان مشکل داریم، و با تأثیری که رو زنجیره تامین کالا گذاشته، تامین کالا و خدمات گذاشته، همچنان مشکلات ادامه داره. درک این مکانیزم برای معامله گرا و سرمایه گذاری ضروریه، یعنی اینکه این مکانیزم تنش های ژئوپلیتیکی به چه صورته و فعالیتشون و رفتارشون در بازارها به چه صورته، واکنش بازارها به اینها به چه صورته، درک اینا بسیار بسیار مهمه و باید اینا در ریسک های بالقوهشون به صورت کامل شناسایی بشه، و فرصت هایی که اینا رو ایجاد میکنن به طور موثر باید در واقع هم شناسایی بشه هم هدایت بشه. اما یه سری از ریسکاشون چیان؟ نوسانات بازار و ریسک گریزی. میبینید بس مکانیسمش، این مکانیسم خیلی از اون اتفاقایی که در عنوان چیزی ایجاد میشه، تنش دلایل در واقع نتایج تاثیرات جمهوری که ایجاد میشه، عاملشون افزایش عدم اطمینانه. یعنی عاملش چیه؟ عدم اطمینانه که باعث میشه قیمت ها افزایش پیدا بکنه. مثلا یا مثلا ما ببینیم به سمت اینکه نفت احتکار کنیم، بنزین احتکار کنه، خیلی اینه که زلزله میاد مشکل ایجاد میشه توی ایران، بنزین صفحه بنزین روش پیدا میکنه. اینا باعث میشه که سرمایه گذارا به ارزیابی مجدد ریسک ها در رابطه با پورتفوی خودشون هم برن
در واقع دقت بیشتری میکنه. شما به عنوان سرمایه گذار میبینید که خب وقتی تنش های ژئوپلیتیکی داره افزایش پیدا میکنه، این تنش های ژئوپلیتیکی خب میتونه باعثی در واقع باعث بشه که افزایش عدم اطمینان ایجاد بشه تو بازار. وقتی افزایش عدم اطمینان ایجاد میشه، حرکت به سمت پناهگاه‌های امن زیادتر میشه، دارایی‌های پر ریسک مثل سهام فروخته میشن، میریم به سمت دارایی کم ریسک مثل طلا، مثل دلار آمریکا، مثل اوراق قرضه خزانه داری، فرانک سوئیس. اینها منجر میشن که قیمت تو این ابزارهای امن و ابزارهای غیر امن، قیمت ها به چی بشه؟ جابجا بشه و سرمایه ها از این بخش اون بخش برن. تأثیری که رو طبقات مختلف دارایی میذاره، مثلا رو سهام، تأثیرات ژئوپلیتیک معمولا رو سهام تأثیر منفی میذارن، به خصوص تاثیراتشون رو بالا بخش های پر ریسک دار. از اون طرف رو بازارهای سهام میتونه تاثیر مثبت هم بذاره. مثلا شما ببینید که مثلا اگه تاثیر چیز تنش ژئوپلیتیکی تنش جنگیه، وقتی تنش جنگی یعنی چی؟ یعنی صنایع دفاعی و انرژی افزایش پیدا میکنه. در مورد بحث اوراق قرضه، از اونجایی که سرمایه گذارا دنبال سرمایه گذاری های کم ریسک تر هستن، باعث میشه که خیلی ها برن به سمت اوراق قرضه و تقاضا برای اوراق قرضه افزایش پیدا میکنه، قیمتش بیشتر میشه اما بازدهیش میاد چی؟ پایین. کالاها، وقتی که ما زنجیره، وقتی که تنش های ژئوپلیتیک ایجاد میشه، تنش های ژئوپلیتیک امکان داره باعث بشه که پروازها یا مسائل مختلف از بین بره، مشکلات ایجاد بشه، و این مشکلات ایجاد شدنه در بخش های مختلف باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه قیمت ها در خیلی از بخش ها افزایش یا کاهش پیدا بکنه. در مورد بحث در واقع مثلا تو مثلا اگه خاورمیانه درگیر بشه، اون قیمت نفت افزایش پیدا میکنه. در مورد بحث ارزها، در مورد ارزها ما ارزهای پناهگاه امن داریم دیگه، مثل ین ژاپن، مثل فرانک سوئیس، مثل دلار امریکا. اینا در زمانهایی که تنش ایجاد میشه، اینها به نوبه خودشون افزایش پیدا میکنن قیمت هاشون. البته لزوما نیست، مثلا اینکه خب تنش افزایش پیدا کرده، ین ژاپن هم نباید افزایش پیدا میکرد. چرا؟ پس چرا کاهش پیدا کرده؟ کاهش پیدا کردنش به خاطر سیاست های بانک مرکزی بود. یعنی اینها عامل های تاثیرگذار هستن، ولی عامل صد یعنی در واقع کل عوامل نیستن. در مورد بحث سرمایه گذارا و احساسات سرمایه گذارا، ما اینطوری میتونیم بگیم که تنش های ژئوپلیتیک میتونه منجر به رفتاری در بازار بشه که بهش میگن ترس محور. حالا تو طبقه های مختلف دارایی میتونه سرمایه گذاری ها در تحت تاثیر اخبار منفی قرار بگیره، یا سیاست هایی که بالقوه میتونه باعث افزایش نگرانی ها بشه، از جمله باعث افزایش فروش یا افزایش قیمت ها بشه، برعکس از اون طرف دیگه. یعنی هم فروش کاهش پیدا بکنه، هم قیمت ها افزایش پیدا بکنه، یا مثلا فروش افزایش پیدا بکنه، قیمت ها کاهش پیدا بکنه. تغییر احساسات بازار ایجاد میشه دیگه، کاهش اعتماد ایجاد میشه، باعث میشه که من به آینده اقتصادی، وقتی تاثیرات ژئوپلیتیک هست، وقتی جنگ هست، نگرانی هست، من که نمیتونم به آینده مطمئن بشم. تنش ها مثلا اگه این تنش ها طولانی بشه، هر چقدر این تنش های ژئوپلیتیک مدتش طولانی بشه، یعنی مدت زمانی که ازش میگذره زمان بیشتری بشه، اینها باعث میشه که تاثیرات منفی بیشتری بذارن و باعث میشه که اعتماد مصرف کننده در گذر زمان کمتر بشه، و وقتی کمتر میشه کمتر پول خرج میکنه، کمتر پول خرج کنه. اینها باعث میشه که عادت پول خرج کردن، یعنی عادت های جدیدی ایجاد میشه برای خیلی از مردم. اینها تاثیرات پایه‌ای هستن که ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک حالا مصرف کننده، یا به عنوان یک معامله‌گر میتونیم به صورت کاملا مستقیم باش در ارتباط باشیم. تو زمینه تامین زنجیره تامین و اختلالات تجاری هم میتونه، حالا در واقع این مکانیزم میتونه تو این زمینه هم میتونه مکانیزم رو دچار مشکل بکنه. ببینید موانع تجاری که ایجاد میشه در وقتی که مثلا جنگ ایجاد میشه، خب میاد مثلا میگم الان اوکراین و جنگ اوکراین روسیه رو شما در نظر بگیرید، روسیه و اوکراین با هم درگیرن، اوکراین گندم داره ولی نمیتونه صادر کنه. چرا؟ چون بندری که میتونه صادر کنه از داخل مرز خشکی تحت کنترل اوکراین، از طرف درجه تحت کنترل روسیه هستش، اودسه. اینها میتونه باعث بشه که حتی کمبود منابع ایجاد بشه دیگه. شما وقتی نمیتونی منابع رو صادر کنی، خب در زنجیره تامین اختلال ایجاد میشه دیگه، کمبود منابع ایجاد میشه.
اینا همه باعث میتونه باعث بشه افزایش قیمت ایجاد بشه، فشارهای تورمی ایجاد بشه. وقتی که قیمت افزایش پیدا میکنه، اختلالات عرضه و تقاضایی که به خاطر مسائل در واقع حالا ژئوپلیتیکی ایجاد میشه، میتونه قیمت کالاها تاثیر بذاره، باعث بشه افزایش قیمت ایجاد بشه. و این افزایش قیمت کم کم تا افزایش قیمت تو بخش های مختلف ایجاد میشه، کم کم باعث میشه که ما بریم به سمتی که تنش در واقع بانک های مرکزی برن، یعنی وقتی که افزایش تنش ایجاد میشه، رشد اقتصادی میاد پایین تر دیگه، مردم پول کمتر خرج میکنن، پول کمتر خرج بشه جی دی پی تحت تاثیر قرار میگیره، میشه رشد اقتصادی ضعیفتر. رشد اقتصادی که ضعیفتر میشه، بانک های مرکزی باید برن به سمتی که برن سیاست های انبساطی اعمال کنن، بگن خب ما برای اینکه اقتصاد رو تحریک کنیم، بیایم بریم یه سری سیاست های اعمال کنیم که اقتصاد تحریک بشه. پس باعث میشه که بانک های مرکزی برن به سمت اعمال سیاست های انبساطی تر یا انقباضی تر در شرایط مختلف. اینا باعث میشن که رو قیمت اوراق، ارز، سهام و ارز کشور تاثیر مستقیم گذاشته بشه. سیاست های اقتصادی که دولت اعمال میکنه و سیاست های پولی که بانک مرکزی اعمال میکنه میتونن در واقع گاهن حتی متضاد دهن بشن. مثلا یه بانکی بیاد سیاست انقباضی اعمال کنه برای اینکه کنترل تورم داشته باشه، از اون طرف چون اقتصاد دچار مشکل شده به خاطر تاثیرات ژئوپلیتیکی، بانک دولت میاد بسته های کمکی ارائه میکنه. یعنی بانک مرکزی، اتفاقی که ما خیلی خنده دار ولی خب در خیلی از کشورها داشتیم، اقتصادی که در واقع میاد میخواد در واقع کنترل کنه که مثلا تورم ایجاد نشه، با زمانی که دولت هم داره بسته کمکی مال میکنه، اینا میتونه عوامل متضاد در دیگه باشن در حالت عادی، ولی خب میتونن در شرایطی هم، شرایط خیلی خاصی هم که ایجاد میشه، باعث بشن که مردم یا بانک های مرکزی دولت ها رو متقاعد بکنن که این دو تا سیاست رو همزمان پیگیری بکنن، یعنی سیاست سختگیرانه از طرف بانک مرکزی و سیاست سستگیرانه یا تطبیقی از سمت دولت. اینها باعث میشه پاسخهای مثبت یا منفی مالی و پولی ایجاد بشه تو بازار که مثلا به شرایط مختلف میتونه متفاوت بشه، و یا اعمال تحریم هایی که میتونه رو تجارت بین‌الملل هم بیاد چیکار کنه، تاثیر بذاره. اما تغییرات بلند مدت ساختاری هم میتونه بیاد ایجاد بکنه. یعنی مثلا ما میتونیم در واقع وقتی که خطرات ژئوپلیتیکی خیلی بیشتر ایجاد میشه، باعث میشه که مسیرها و اتحادیه های تجاری جهانی، در واقع مسیرهای تجارت جهانی بیاد مختل بشه، عوض بشه، و اینا باعث میشن که اتحادهای جدید تجاری ایجاد بشه، سیاست های تجاری مشکلات اقتصادی جدیدی ایجاد بکنه. این میتونه منجر به تغییرات خیلی طولانی مدت تر بشه و صنایع و پویه بازار رو بیاد چکار کنه، تحت تاثیر قرار بده. یا در مورد بحث وقتی داریم در با تخصیص مجدد سرمایه گذاری صحبت میکنیم، سرمایه گذارا، یعنی وقتی ما داریم، وقتی تغییرات ساختاری ایجاد میشه، این تغییرات ساختاری یکی از چیزاش، یکی از تاثیراتش اینه که بیاد سرمایه گذاری که حالا یه دولت میخواد انجام بده، یه بانک انجام بده، یه مؤسسه سرمایه گذاری انجام بده، یه فرد مثلا میخواد سرمایه گذاری انجام بده، این بخواد بیاد پورتفوشو یا پورتفولیوشو بیاد بر اساس چی بچینه، بر اساس شرایط بچینه. این شرایط ژئوپلیتیکی میتونن باعث بشن که پورتفولیو تغییر پیدا کنه. وقتی پورتفولیو من تغییر کنه، پورتفولیو شما تغییر کنه، پورتفولیو خرد فروش ها بعد تغییر بکنه، یه دفعه خودم خرد فروش، یه دفعه حتی اگه پورتفولیو شرکت سرمایه گذاری تغییر بکنه، این تخصیص مجدد سرمایه ایجاد میشه و اینها میتونه با تاثیرات به قوه رو بازار بذاره. یا مثلا بحث فرامرزی هستش، مثلا تنش های ژئوپلیتیکی با واگرایی در رفتار در واقع رای گیری تو کشورهای مجمع و عضو مجمع سازمان ملل میتونه متفاوت بشه. یعنی وقت عضوی که کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل میان رای گیری میکنن در با شرایط مختلف دیگه، در اتفاقات مختلفی تو دنیا داره میفته، اینا میتونن نقش بزرگی تو ایجاد ریسک در بازار بکنه، و ایجاد ریسک هم تا اوراق قرض بهادار میتونه به میزان این ایجاد ریسک ها افزایش فروشش بیشتر بشه یا کمتر بشه. اینها همش میتونه در واقع چی بشه، اینا میتونه روی سرمایه گذاری برون مرزی افزایش یا کاهش پیدا بکنه. مثلا میگم اوراق قرضه ایالات متحده، مثال بزنم، وقتی سود اوراق قرضه ایالات متحده افزایش پیدا میکنه چی میشه، یکی از تاثیراتش اینه که ژاپنی ها و حتی گاهن چینی ها ترغیب میشن که ین ژاپن یا یوان چین رو بفروشن و برن اوراق قرضه آمریکایی بخرن. این باعث میشه که در واقع افزایش ریسک و در واقع این شرایط باعث میشه که در واقع چه تغییر ایجاد بشه، باعث تضعیف پول ین ژاپن میشه. یا مثلا این در واقع فرامرزی میشه دیگه، تاثیرات فرامرزی که میتونه بذاره. مطالبات بانکی رو معمولا تا 15% کاهش میده، مطالبات بین بانکی رو. صندوق های سرمایه گذاری به شدت حساس هستن و میتونن روی این تاثیرات در واقع تخصیص سرمایه‌شون رو اساس این ایجاد بکنن. یا مثلا ثبات مالی که ایجاد میشه، خطراتی که در ثبات مالی ایجاد میشه،
ثبات مالی میاد تهدید میشه دیگه، کانال های مالی میاد تهدید میشن، تهدید محدودیت های مالی مختلفی میاد اعمال میشه، نتیجهش میشه خروج اعتبارات از یک کشور به یک کشور دیگه، یعنی تغییرات برون مرزی که بین مرزی که بین سرمایه ایجاد میشه، یعنی پول از یه جایی میتونه منتشر بشه به جای دیگه، از یه جایی که ثبات کمتری داره بره به یه جایی که ثبات بیشتری داره، میتونه باعث بشه اوراق قرضه دولتی سودش افزایش پیدا بکنه دیگه. وقتی شما ثبات اقتصادی یک کشور کمه، شما الان مثلا یه مثال براتون میذارم، مثلا ایران ثبات اقتصادیش چون کم، ثبات سیاسیش چون کمه، این ثبات سیاسی پایین باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه اگر دولت ایران بخواد اوراق قرضه بفروشه، به خصوص به اوراق قرضه دلاری بخواد بفروشه، چه اتفاقی میفته؟ مجبور میشه 10 برابر کشورهای دیگه بیاد سود اوراق قرضه بده که یک خارجی رو یا یک سرمایه گذار ایرانی که بخواد به دلار سرمایه گذاری کنه رو مجاب بکنه که به چیکار کنه، بره در اوراق قرضه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنه. چرا؟ چون ریسک اقتصادش بالاست، ریسک سیاسیش بالاست، تاثیر اینا میشه تاثیر ژئوپلیتیکی. پس بنابراین هر چقدر شما ریسک سرمایه گذاریتون در واقع ریسک سرمایه گذاریتون میبرید بالا توی کشورتون، میزان سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه و بنابراین کاهش میزان سرمایه گذاری باعث میشه چی میشه؟ باعث میشه که یعنی وقتی میزان سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، باعث میشه که در واقع رشد اقتصادی هم کاهش پیدا میکنه. یا مثلا بحث میتونیم چیز رو در نظر بگیریم، وقتی که روابط بین بانک ها رو میتونیم در نظر بگیریم، خود بانک ها وقتی که تأثیرات ژئوپلیتیک زیاد میشه، مشکلات اقتصادی زیاد میشه، وقتی مشکلات اقتصادی زیاد میشه وام های بد زیاد میشه. وام بد یعنی چی؟ یعنی وامی که افراد میگیرن و نمیتونن سودش پرداخت کنن، وام تبدیل میشه به وام مطالبه نشده، وامی که نتونسته بانک از وام گیرنده دریافت کنه. خب این باعث میشه که وام ها بانک ها کم کم برن به سمت وام های کمتر. وقتی وام کمتر پرداخت بکنن چی میشه؟ اقتصادها، کاروبارها و بیزنس های کمتری میتونن کار خودشون رو گسترش بدن و اینطوری میشه که کانال های مالی و اقتصادی از همدیگه میان، کانال های مالی و اقتصادی که از هم تغذیه میکنن میان از همدیگه فاصله میگیرن. وقتی اصلا فاصله میگیرن باعث میشن کشورهای به خصوص اقتصادهای نوظهور و حتی اقتصادهای در حال توسعه هم این کار کنن ازش ضربه بخورن. تو دراز مدت هم این تاثیرات ژئوپلیتیکی باعث میشه جبهه‌های مختلف ایجاد بشه، شاخص اقتصادی تو بازار بره محدود بشه، شاخص حرکت شاخص ها بره خاص بشه و شاخص های کلیدی بیان برای محدود کرد در برابر اینکه این ریسک ها رو کمتر کنن، بیان تعداد کشورهای خارجی که میتونن توش سرمایه گذاری کنن رو بیان کمتر میکنن. یعنی مثلا ببین مثلا میگم وقتی که ریسک زیاد میشه، جی پی مورگان به عنوان یک بانک سرمایه گذاری دیگه نمیاد مثلا تو 20 تا کشور سرمایه گذاری کنه، میاد چند تا کشور سرمایه گذاری میکنه، میاد 10 تا کشور خارجی سرمایه گذاری میکنه. یا مثلا وقتی که من کشورم دچار ریسک بالاییه، به جای سرمایه گذار خارجی از یک کشور بیاد، از 10 تا کشور بیاد از یک کشور بیاد، ولی وقتی ریسک سرمایه گذاری خیلی پایینی دارم به جای که ریسک سرمایه گذاری بالا باشه، وقتی ریسک سرمایه گذاری پایینی داشته باشم میزان امنیتم بالاتر باشد، اون موقع به جای مثلا چه از 10 تا سرمایه گذاری که میخواستم در شرط اول برم به سمت یک کشور دیگه، الان بیاد به سمت کشور من، ببین که ریسک سرمایه گذاریش کمتره و ما پول بیشتری تو کشور سرمایه گذاری میکنیم. اینه که اینا میتونه در واقع تاثیراتش رو بذاره. این تاثیرات مختلف و مکانیسم هایی که در واقع مکانیسم هایی که میتونه باعث بشه که تاثیراتی بذاریم، اما اینکه حالا اینا رو چطوری بخوایم ما مدیریت بکنیم، اینه که خب وقتی که ما اگه ناظرهای درست پولی داشته باشیم تو بازار و این ناظرها و تنظیم کننده ها برن قوانین رو تنظیم کنن که در شرایط مختلف وقتی وارد هر محدوده میشیم بیان ریسک بازار رو بسنجن و تعامل درک و نظارت بهتری از تعاملات بین ریسک‌های ژئوپلیتیک داشته باشن و ریسک‌های سنتی، مثلا اینکه خب ریسک ژئوپلیتیک چه چیزایی هستش، ایکس ایگرگ زد، ریسک‌های سنتی که هستن، اما ریسک‌های سنتی چی هستن، ریسک‌های جدید چی هستن، یعنی درک بهتری از این ریسک‌های مختلف اگه ما داشته باشیم، حالا ما میتونیم خطرات اینا رو کمتر کنیم دیگه. یعنی مثلا من اگر بدونم که مثلا میگم اگر بدونم که مکانیزم تاثیر افزایش ریسک در کشور من چطور، این مکانیزم با در واقع مکانیزم بین افزایش ریسک و کمتر شدن میزان سرمایه‌گذار خارجی رو اگر من درک کنم، اون موقع من میتونم چیکار کنم؟ سعی کنم که ریسک کمتر بکنم، یا حتی اگر ریسک کشورم بیشتر شد برم سود اوراق قرضه‌ام بیشتر بکنم
که سرمایه گذار خارجی رو بیشتر ترغیب بکنن. یعنی درک درست از شرایط میتونه در واقع به ما در اعمال سیاست ها بیاد کمک کنه. من بگم که خب چون ریسکش کشور بالاست، من به جای اینکه مثلا ریسک کشور آ ریسکش بیشتر از کشور بی، بنابراین میگه که خب او من بیام مثلا چه میدونم سود اون قرضه برابرم بخوام پرداخت کنم، خب اینجا میتونه چیکار بکنه؟ اینجا میتونه اون اشتیاق برای سرمایه گذار خارجی رو بیاره پایین‌تر. ولی اگه شما به عنوان در واقع درک درستی از این شرایط داشته باشید و اون موقع بیاید برید به سمتی که میگه که خب حالا من با اینکه چون ریسک بالا رفته افزایش سود و راغز میبرم بالا، اینا میتونه چیکار کنه؟ مهار کنه اینجوری، یا در واقع میگم و اینا باید آمادگی، نوع آمادگی برای بحران و چارچوب های مدیریتی که ما باید اینو در نظر بگیریم، اون چارچوب های مدیریتی که با چجوری مدیریت کنم این بحران رو، سیاست های پولی رو با چجوری تنظیم کنم، همه اینا میتونه به ما کمک کنه که چطوری خطر رو بیایم چیکار کنیم، مهار کنیم. یه چیز دیگه هم که بسیار بسیار مهمه وقتی که ما ریسک‌های ژئوپلیتیکی داریم برای اینکه اقتصاد رو بتونیم درست مدیریت کنیم، چیزی که خیلی خیلی مهمه رابطه بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی، همکاری بین مقامات مختلف ملی باید شکل بگیره. یعنی سیاست های پولی رو میدونیم که بانک مرکزی پیگیری میکنه، سیاست های مالی رو دولت پیگیری میکنه. اگر بین بانک مرکزی و دولت همکاری درستی ایجاد نباشه، وقتی تاثیرات ژئوپلیتیک زیاد بشه، همکاری بین دولت و بانک مرکزی ایجاد نباشه و درست نباشه، چیزی که تجربهش ما در ترکیه داریم که دولت یه چیز دیگه میخواست، بانک مرکزی چیز دیگه، نتیجه شرم شد که مردم ضربش خوردن. اگر همکاری درستی بین بانک مرکزی و دولت ایجاد نشه، قطعا سیاست ها نمیتونن به نتیجه برسن، چون نه از این ور میذاره موفق بشه نه از اون ور میذاره موفق بشه. اینه که برای اینکه ما به سیاست های در واقع تاثیر تنش های ژئوپلیتیک رو بر اقتصادمون بیایم مهار کنیم، قطعا لزوم داریم که در یکی از قد مهمترین اقدامات که انجام میدیم یک همکاری درستی بین سیاست های پولی، مسئولینی که سیاست های پولی رو تامین میکنن و مسئولینی که سیاست های مالی رو تامین میکنن داشته باشیم. و راه دیگرش هم که چین الان داره انجام میده موافقت نامه های دو طرف است. یعنی شما وقتی تاثیر ژئوپلیتیکی میاد، تنش های ژئوپلیتیکی میاد وقتی شما تاثیر میذاره، شما میتونید برید با اقتصادهای دیگر معاهدات دو طرفه ببندید و این معاهدات دو طرفه کوچیک کوچیکتر میتونه به شما کمک کنه. اتفاقی که کاری که دولت ترامپ هم به شدت علاقمند به اون هستش که معاهدات کوچیکتر و دو طرفه و سه طرفه امضا کنه. این بحث امروز ما بود، امیدوارم به درتون خورده باشه، براتون مثبت باشه. بعد یه لینکی هم بالا تو بچه کلاب هاوس هست، لینک بالا گذاشتم، اونجا میتونید عضو کانال خبری تو واتساپ هم بشید اگر علاقه دارید. اونجا اخبار و وبینارهای هم وبینارهای بعدی رو پیگیری کنید، هم اخبار رو همین وبیناری که الان صحبت کردیم اونجا لینکش رو میذارم منتشر میکنید، تو وبسایت لینکش رو میذارم، دو سایت متنی میتونید مطالعه بفرمایید، اونجا میتونید تو کانال گروه تو کانال عضو بشید. اگه سوالی دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. اگر هم سوالی ندارید که از خدمتتون مرخص میشم. بچه‌ای که در زوم هستید شما هم سوالی ندارید. بسیار عالی. خیلی تا فرصت دیگه که بتونیم در خدمتتون باشیم و تا زمان دیگر خدایا رو نگه دارید.